انشالله ادامه خواهیم داد. اون نکته که میخوام تأکید کنم این هست که ببینید، بزرگ علم اقتصاد کلان، علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک، یکی از بزرگترین ها همین آقای گروگری منکیو هست که ما کتابش رو تحت عنوان کتاب درسی داریم اینجا ارائه میدهیم. از اون طرف بزرگترین اقتصاددان کلان، شاید یکی از بزرگترین اقتصاددانان کلان دنیا، پروفسوری فرانسوی هستن که در دانشگاه MIT بودن و سالیان سال هست که در ماساچوست آمریکا زندگی میکنن، تحت عنوان پروفسور بلانچارد. ما نه فقط کتاب آقای منکیو رو تدریس خواهیم کرد، بلکه کتاب آقای بلانچارد رو هم تدریس خواهیم کرد. و اگر من بخوام به نحله سوم بپردازم، یکی از بزرگترین افراد در عرصه علم اقتصاد کلان، شاخه رشد اقتصادی، کتاب آقای جونز هست که ما دیگه به کتاب آقای جونز نمیپردازیم، به دلیل اینکه کتاب آقای جونز یک مقداری فاصله میگیره و مطالب کتاب آقای جونز در این دوتا کتاب هست، ولی اون کتاب رو هم من سعی میکنم مطالعه کنم، نکات مفیدی که وجود داره رو به صورت خلاصه خدمت شما ارائه خواهم داد. خب دوستان عزیز، این جلسه که من در خدمت شما هستم، ما فصل اول کتاب مکرو اکنومیس یا کتاب تئوری اقتصاد کلان آقای منکیو رو آغاز میکنیم. جلسه آینده که چهارشنبه باشه، فصل اول کتاب آقای بلانچارد رو شروع میکنیم. تقریبا کتاب آقای منکیو، کتاب اکنومیکس، مکرو اکنومیکس آقای منکیو، حدوداً کتاب مکرو اکنومیکس آقای منکیو حدوداً 20 فصل و کتاب مکرو اکنومیکس آقای بلانچارد حدوداً 25 فصل دارد. برداشت ما این هست که یک چیزی حدود 40 جلسه ما احتیاج داریم، 40 تا 50 جلسه ما احتیاج داریم که کل این دو کتاب رو مو به مو و کلمه به کلمه خدمت شما ارائه بدهیم. عرض کردم آقای گروگری منکیو یکی از بزرگترین اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند در زمین اقتصاد کلان و آقای بلانچارد پیشتاز نئوکینزیان هستند. آنچه که امروزه در دنیا تحت عنوان سیاستگذاری پولی، تحت عنوان سیاستگذاری اقتصاد کلان شناخته میشه، بیشتر متأثر از مکتب نئوکینزیان هست، بیشتر متأثر از مکتب آقای بلانچارد هست. اما آقای منکیو در این کتابی که نوشتن سعی کردن که تا اونجایی که امکان داره حق مطلب رو ادا کنند و ملاحظات فردی رو وارد نکنند. آقای منکیو نه فقط استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، بلکه فردی هستند که در پالیسی و در سیاست گذاری در کشور آمریکا نقش خیلی مهمی دارند. سرمقاله نویس مشهور روزنامه های اصلی آمریکا مثل نیویورک تایمز هستند. البته فرد دیگری هست که در جبهه مقابل آقای منکیو قرار داره به نام آقای پول کروگمن، که آقای کروگمن هم شاید هر روز یا هر چند روز یک بار یک سرمقاله در روزنامه های آمریکا به چاپ میرسوند. و فرد دیگری باز از مکتب نئوکینزیان آقای پروفسور استیگلیتز هست که من افتخار داشتم که یک سالی قبل از اینکه بیام ایران، یعنی سال 2016، من در ترنتوی ایتالیا دوره ایشون رو در زمینه اقتصاد کلان گذروندم. اینهایی که خدمت رو عرض کردم، اینها بزرگترین بزرگان اقتصاد کلان هستند. البته یک فرد دیگر هم هست که الان بسیار مشهوره و بسیار تاثیرگذار بوده و اون آقای تیلور هست. اینها افرادی هستند که زنده هستند، الان مشغول هستند و بسیار نظراتی که داشتند و تئوری‌هایی که داشتند در ارتقاء سطح رفاه، در کاهش فقر در دنیا مؤثر بوده. اقتصاددانی که به رحمت خدا رفته فوت شده، آقای فریدمن و آقای ساموئلسون از مشهورترین اقتصاددانان هستند که در عرصه اقتصاد کلان هم کارهای خوبی انجام دادند. و به جز اینها مثلا آقای توبین رو من میتونم مثال بزنم. اقتصاددان دیگری که من باز افتخار داشتم یک بار در سخنرانی ایشون حضور داشتم، در ردفورد، در دانشگاه ردفورد ایشون سخنرانی انجام دادن که خیلی مهم بود و ما در انتهای دوره به اقتصاد باز میرسیم، به اوپن اکنامی میرسیم و اونجا شما خواهید دید که آقای ماندل
چقدر نقش مؤثری در تبیین سیاست‌های ارزی و رژیم ارزی در دنیا داشته و انقدر این آقای ماندل نظراتش بس پیدا کرد و عمق پیدا کرد و در دنیا تغییر به وجود آورد که الان من خدمت شما میتونم ادعا کنم که احتمالاً به جز 4-5 کشور که سرآمدشون کشور ما باشه، تقریبا تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا در تعیین سیاست ارزی خودشون بر اساس impossible trinity یا سگانه ناممکن آقای ماندل هست که رژیم ارزی رو تعیین میکنند. امیدوارم روزی کشور ما هم به مدار عقلانیت در عرصه سیاست گذاری اقتصادی برسد. حتی من فقط یک مورد دیدم که یک فردی خیلی با به خوبی نظریت آقای ماندل رو در یک سخنرانی در ایران توضیح داد، ولی نتیجه گیری که ایشون فرمودن در انتهای سخنرانیشون دقیقا عکس اون چیزی بود که آقای ماندل نتیجه گرفته بود. یعنی ایشون با تئوری آقای ماندل هم آشنا بودن، ولی در نهایت کاملا معکوس متاسفانه توصیه کردن و توصیه ایشون هم در کشور ما ساری و جاری است.